سلام سلام خدمت دانش آموزان عزیز، خسته نباشید بچه ها. دوستانی که از تایم قبلی با ما همراه بودن، بریم مجدد. سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه. دوستانی هم که به جمع ما تازه به اضافه شدن، قرار مبحث نامگذاری آلکان رو در خدمتتون باشیم. من ببرم جزورم پایین که بچه ها اشتباه نکنن. از کجا شروع میکنید؟ مبحث شیرین آلکان، نامگذاری هیدرو کربن ها. خب با هم دیگه شروع کنیم. آقا عرض مجدد خدا قوت و خسته نباشید خدمت دانش آموزا. از اینجا به صورت رسمی شروع میکنیم کارگاه پایه 11 رو، مبحث نامگذاری آلکان. خوب به من توجه کن. نگارش همه رو میگین؟ نامگذاریش رو بله میگم. آقا هیدروکربن اسمش روشه. هیدروکربن یعنی چی بچه؟ یعنی چی؟ یعنی از هیدروژن و کربن. ماشاءالله ممرزا، از هیدروژن و کربن تشکیل شده. مرسی پریا. خب آقا میان میگیم هیدروکربن ها دو دسته میکنیم: راست زنجیر، شاخه دار. خوب گوش بده بچه ها، هنوز مفهوم راست زنجیر و شاخه دار رو متوجه نمیشن. من اومدم برای تعریف کردم، گفتم هیدروکربن های راست زنجیر هیدروکربن هایی هستن که در آنها هر اتم کربن به یک یا دو اتم کربن دیگر متصل باشد و بتوان همه اتم های کربن را با یک خط فرضی بدون اینکه قلم را از روی کاغذ برداشت به هم وصل کرد. بله، هر اتم بعد از دو تا اتم کربن دیگه متصله. بله، حالا هیدروکربن های شاخه دار، هیدروکربن های شاخه دار چیه؟ میگه هیدروکربن هایی هستن که میتوان در آنها کربنی را پیدا کرد که به 3 یا 4 اتم کربن دیگر متوسط باشن. در این هیدروکربن ها در واقع دو نوع شاخه میتوان یافت: یک، شاخه اصلی، به شاخه فرعی. شاخه اصلی داره چه ویژگیه بچه ها؟ اینجا آوردم برات، دارای بیشترین تعداد کربن باشه. آقا ما این ویژگی رو خیلی دوست داریم، اون زنجیری رو اصلی انتخاب میکنیم، اون شاخه رو اصلی فرض میکنیم که بیشترین تعداد کربن رو داشته باشه و میتوان با یه خط فرضی تمام اتم های کربن این شاخه را بدون برداشتن قلم از روی کاغذ به هم وصل کرد. به شاخه های فرعی، به شاخه های کربن کوتاه متصل به شاخه اصلی شاخه های فرعی میگویند و شاخه های فرعی میتوانند تعداد متفاوتی کربن داشته باشند. آقا این شاخه های فرعی شامل هالوژن ها میشن، شامل گروه آلکیل میشن. آلکیل یعنی چی؟ همون آلکانیه که یه دونه هیدروژن از دست داده باشه و یه دونه پیوند با یه کربنی از شاخه اصلی داشته باشه، اینو بهش میگن آلکیل. خب آقا بعدش در ادامه اومدم گفتم انواع هیدروکربن ها بر اساس ساختمان، بعضی ها خطی هن، بعضی ها حلقوی هن. خطی ها رو اومدم به 3 دسته تقسیم کردم: آلکان ها، آلکن ها، آلکین ها. آلکان ها همگی کربن ها با همدیگه پیوند یگانه دارن. آقا پیوند یگانه یعنی این، پیوند دوگانه یعنی این، پیوند سگانه یعنی این. این میشه یگانه. سر کلاس آقا یگانه که نداریم، ما استداش میزنیم. میشه دوگانه، این میشه سگانه. آلکان ها سیر شدن، آلکن ها، آلکین ها میتونن این پیوند دوگانه و سگانه بین کربن و کربنشون شکسته بشه و با هیدروژن ها پیوند بدن. درسته؟ محمد حسن یگانه، به به، شما هم هستی ها یگانه. ما نه، اینو تو هر کلاسی داریم پیوند یگانه دوگانه میگیم،
توی کلاس دخترانه یک نفر هست اسمش یگانه است، میگه آه چرا با من هی میگین یگانه، دوگانه، سگانه. برای همین محسن یگانه. خب پس اسمت خورده حسن، اسمتو درست کن رو پروفایلت. میگیم آقا آلکان ها فرمولش هم میوشتن بر از فرمول مولکولیش، هست CN هاش دو N به اضافه دو. آلکین ها CN هاش دو N، آلکین ها CN هاش دو N منهای دو. بچه آلکان ها گفتیم پیوند یگانه دارن، آلکین ها یه دونه دوگانه دارن، آلکین ها سگانه دارن. حل قویه ها هم سیکلو آلکان ها هم که ساده ترینشون از یه مثلث تشکیل شده. ترکیبات آروماتیک هم شک بکشید، شکلان هم میکشیم چشم. اصلا بذار تو دل تست باید این موارد رو بررسی کنیم. من فقط اینو بعضی از بچه ها بله درست شده آموزن، بعضی از بچه ها اینو مشکل دارن، من اومدم یه جزو مانندی در حد یکی دو سبه در اختیارشون قرار دادم. و اینه نامگذاری آلکان بچه ها فقط باید بری تو تمرین یاد بگیری، فقط هیچ راه حل دیگه وجود نداره. باید هی حالت‌های مختلف نامگذاری آلکان رو ببینی، ببینی اگر روی دومی بود، سومی بود، دوتا بود، اتیل بود، متیل بود، هالوژن بود، متیل بود، هالوژن بود، اتیل بود، چه اتفاقی میفته. همین، هیچ حالت دیگه وجود نداره. اما من آقا اومدم برای چند تا مختصر و مفید خیلی فشرده کردم، جزوه قرار دادم. سیکل آلکان ها یه نوع آلکنه، بله فرمول سیکل آلکان میبینی هست CN هاش دو N بابت این حلقه بودنش، بابت این حلقه بودنشون. خب ما آقا با اینا هیچ کدوم سرکار نداریم، فقط میخواییم بریم سراغ آلکان. CN هاش دو N به اضافه دو، میخواییم بریم سراغ آلکان. میایم میگیم آقا نامگذاری آلکان ها، نامگذاری آلکان ها به دو دسته من میام تقسیمشون میکنم، راست زنجیر، شاخه دار. راست زنجیر ها یعنی این که آقا یه دونه کربن، دو تا کربن، سه تا کربن، چهار تا کربن، اینا همه پشت سر هم قرار بگیره. آوردم برای توی جدول گذاشتم، از یک شروع کردم تا ده. شما حتما و حتما الزاماً باید یک تا ده رو از حفظ باشی. بعضی از بچه های زرنگ میان آقا اینجا رو توجه میکنن، میگن پنتان، هگزان، هپتان، اکتان، نونان، دکان. اینا که همون اعداد رومی هن، اگه یاد باشه مونو، دی، تری، تترا، پنتا، هگزا، هپتا، اکتا، نونا. میگن بله بر وزن آلکان بهش آن اضافه شده. این نکته رو هم گفتم بعضی وقتا میخوای تو حفظ کردن ها بهت کمک کنه. از پنج به بعد همون اعداد رومی هن که با پسوند آن اومدن، پنتان، هگزان، هپتان، اکتان، آن گرفته، درسته؟ اعداد رومی به اضافه پسوند آن. احسن. میایم میگیم آقا مثلا اتان 3 2 6 نگاه کن، دو تا کربن هن که پشت سر هم متصلن با 6 تا هیدروژن. سی 5 هاش 12 چی؟ 5 تا کربن رو بذار پشت سر هم تا 4 تا پیوند کربن بهش هیدروژن بده. میدونیم آقا کربن 4 تا پیوند یگانه میده. چرا؟ چون تو لایه ظرفیتش 4ه. عدد اتمی شند 6ه، 1s2 2s2 2p2، لایه ظرفیتش میشه چقدر؟ میشه 4. خب آقا این هم ما 4 تا پیوند یگانه رو میتونیم بهش بدیم. آقا پس اینجا الزامن و اجباراً 1 تا 10 رو باید یاد بگیری. من یه بار برات تکرار میکنم، تو هم تو خونه حتما با خودت تکرار کن. یک دونه کربونه میشه متان، دو کربونه میشه اتان، سه کربونه میشه پروپان، 4 کربونه میشه بوتان، 5 کربونه میشه پنتان، 6 کربونه میشه چی؟
میشه هگزان. هفت کربونه میشه چی؟ میشه هپتان. هشت کربونه میشه چی؟ میشه اوکتان. نه کربونه نونان. ده تا میشه دکان. اینا همین الان 30 ثانیه بهت وقت میدم، الان از حفظ شو سریع. به جدولم میتونی نگاه کنی سریع، خونه خودت 30 ثانیه سریع تکرار کن. متان، اتان، پروپان، بوتان، پنتان، هگزان، هپتان، اوکتان، نونان، دکان. متان، اتان، پروپان، بوتان، پنتان، هگزان، هپتان، اوکتان، نونان، دکان. الان همه از حفظ کنن. لایه ظرفیت با الکترون ظرفیت تفاوت داره؟ نه همونه. لایه ظرفیت لایه آخره دیگه، الکترون لایه ظرفیت میشن الکترون های لایه آخر. بعد دیگه چی؟ ممرزا تعداد کربن به اضافه یک میشه 22. دو نفهمیدم فرمولش هست. CN هاش 2N به اضافه 2 دیگه. نگاه کن تو بوتان چند تا کربن دارم؟ 4 تا. 4 دوتا 8 تا به اضافه 2 میشه 10. تعداد هیدروژن هست 2N به اضافه 2. خب 30 ثانیه سریع وقت بهت میدم از حفظ کن سریع سریع. متان، اتان، پروپان، بوتان، پنتان، هگزان، هپتان، اوکتان، نونان، دکان. حل آقا. خیلی هم عالی. دوستانی که اوکی هم میخواییم بریم ادامه بدیم و عدد دو رو برای من کامنت بدن، یه دو به من ببینم. ماشاءالله مرسی. خب اومدیم گفتیم آقا مطابق جدول بر اساس قواعد آیوپاک برای نامیدن آلکان راست زنجیر کافی است شمار اتم های کربن را با پیشوند معادل بیان کرد و پسوند آن را بیافزایید. در چهار عضو نخست آلکان ها پیشوندی که شمار اتم های کربن را معلوم می کند وجود ندارد و نام آنها بر اساس این روش انتخاب نشده است. من همون نکته ای که تو قبلی گفتم هم اینجا برات آوردم. می بینی 5 تا میشه پنتا آن، 6 تا میشه هکس زان، 7 تا میشه هپ تان، 8 تا میشه اوکت آن، 9 میشه نو نان، 10 میشه دکان. تموم شده رفت. حالا میخوایم بریم سراغ گروه آلکیل. گروه آلکیل اگر یک هیدروژن از آلکان برداریم رسیدیم به آلکیل. فرمول آلکیل بچه ها اینجا برات نوشتم چقدره؟ CN2N به اضافه 1. الان متان رو نگاه کن، مگر متان نبود بچه ها؟ سی هاشا. خب من دوست دارم این هیدروژنش رو بکنم، این هیدروژن رو بکنم، رسیدم به یک آلکیل، رسیدم به یک آلکیل. خب آلکیلم میاد میگیم بر وزن آلکیل میگوییم، متان میشه متیل. متانو یه دونه یک دونه هیدروژن از کربن بکنیم تبدیل کردیمش به متیل. دو تا باشه بچه، دو کربانه باشه، نگاه کن، یعنی C2H5 اینجا یه دونه پیوند کربن وجود داره، یعنی 3-2-H6 و یه دونه هیدروژن ازش کندم. اتان میشه چی بر وزن آلکیل؟ اتان بر وزن آلکیل ماشاءالله پریا میشه اتیل. ماشاءالله بچه ها ماشاءالله میشه اتیل. توی گروه های آلکیلی که توی نامگذاری آلکان ها میاد همین دوتا رو بلد باشید کافیه. متیل اتیل. یک کربونه باشه میشه متیل، دو کربونه باشه میشه اتیل. حالا میایم میگیم آقا نامگذاری آلکان های شاخه دار. ما راست زنجیر رو با هم دیگه گفتیم و مجبوری الزامن و اجباراً 1-10 رو از حفظ باشی، هیچ روش دیگه ای نداره. از 1-10 از همون متان شروع کن تا دکان باید از حفظ باشی. حالا میایم میگیم نامگذاری آلکان های شاخه دار.
نامگذاری آلکان‌های شاخه‌دار کمی پیچیده‌تر است. از این رو آیوپاک قواعد بیشتری برای نامیدن آلکان‌ها بنا نهاده است. قاعده یک، اینجا نگاه می‌کنی. قاعده یک، انتخاب شاخه اصلی یا زنجیر اصلی، این اولین مرحله شه. تعیین زنجیر اصلی، زنجیره‌ای که دارای بیشترین تعداد کربن است شاخه اصلی یا زنجیر اصلی نامیده می‌شود. نکته، اگر در تعیین شاخه اصلی دو شاخه داشتیم که تعداد کربن یکسانی داشتند، شاخه اصلی شاخه است که به شاخه‌های فرعی بیشتری متصل باشد. این نکته یعنی چی میگه؟ میاد میگه آقا ما دو تا زنجیر اصلی انتخاب کردیم، هر دو تا 6 کربن است. زنجیر اول، زنجیر اولی که 6 تا کربن داره، دو تا شاخه فرعی داره. توی دومی یه دونه شاخه فرعی داره. اونیو گفته انتخاب کن که شاخه فرعی بیشتری داره. اونیو انتخاب میکنیم، یعنی مورد اول اونیو انتخاب میکنیم که داره شاخه‌های فرعی بیشتریه. درسته؟ این از این. قاعده دوم، گفته شماره گذاری شاخه اصلی. شماره گذاری را از سمتی شروع میکنیم که زودتر به اولین شاخه فرعی برسیم. باری که علا پریا، از سمتی که زودتر به شاخه فرعی برسیم. حالا اینم نکته داره، اینم نکته داره. نکته شو ببین، اگر فاصله نخستین شاخه فرعی از دو سر شاخه یکسان بود، شماره گذاری را از سمتی انجام میدهیم که به ترتیب کنار هم قرار دادن عددهای شاخه فرعی عدد کوچکتری به دست آید. اینجا را نگاه کن، الان زنجیر اصلیمون رو بخوایم انتخاب کنیم بچه‌ها میشه این. قبول دارین؟ میشه این. زحمتتون همون رو کیکش کنید. بعد میایم میگیم اینه، درسته؟ خب حالا میایم میگیم از کدوم ور، از کدوم طرف میخوایم بیایم شماره گذاری کنیم. دو حالت داره، یا از این طرف میشه 1 2 3 4 5، یا از این طرف 1 2 3 4 5. اگر از سمت راست ببینیم، روی کربن شماره 2 یه شاخه متیل وجود داره. اگر از سمت چپ نگاه کنیم، روی کربن شماره 2 یه دونه متیل داریم. حالا میام میگم آقا چون چند تا شاخه فرعی دارم، باید برم ببینم چه جوریه. الان نگاه کن، بیا عددهای سمت چپ رو برای من بگو. میشه 2 و 2 و 4، انگار میشه 224. سمت راست بخوام بنویسم چی میشه؟ میشه 244. الان کدوم یکی عدد کوچکتری شد بچه ها؟ پس میام میگم از سمت چپ میایم به سمت راست. سمت چپی درسته. خیلی هم عالی. آقا متوجه شده اینو؟ دوستانی که این نکته رو متوجه شدن، عدد 2 برای من بده ببینم خوابت نبره سر کلاس. 2 خوابین بقیه بچه ها؟ غیر از اون تعداد شاخه‌های فرعی هم میشه تشخیص داد. بله، تعداد شاخه‌های اونور بیشتره. میایم میگیم آقا به عددش بستگی داره، اونی رو انتخاب میکنیم که عدد کوچکتری تعلق بگیره. خب توی مثال و تست قطعا نکاتشو بیشتر میبینید. میایم میگیم آقا نکته، اگر فاصله شاخه فرعی غیر همانند از دو سمت برابر باشد، شماره گذاری را از سمتی شروع میکنیم که طبق الفبای لاتین ارجح باشد. حروف الفبا را تقدم میدیم بهشون. تقدم حروف الفبا چی میاد میگه؟ میگه 1 اول برومه، بعد 2 کلوره، 3 اتیله، 4 فلوره، 5 یوده، 6 متیله. از این 6 تا هم بیشتر بهت چیزی نمیدن.
اگر توی تستی دیدی بدون اون سوال سوال کنکوری نیست. برون باید بهت بدن، کلور بهت بدن، اتیل بدن، فلور بدن، یود بدن یا متیل بدن. از اون سمتی شروع میکنیم که عدد کوچکتری داده بشه ها. به ترتیب حروف الف و میم اگه نیست درسته دیگه. نگاه کن A B C D E F G H I M هم که آخر. کوچکتر بسه به اینا، به اینا کوچکتر بسه، به اینا باید عدد کوچکتری تعلق بگیره دیگه. اگر شاخه فرعی دو طرف مثلا نگاه کن روی دو این ور متیل داشتی، روی دو این ور مثلا بروم داشتی، میایم میگیم از این ور شماره گذاری میکنیم. چرا؟ چون بروم تقدم حروف الفایی داره. همین گفته اگر هالوژن ها به زنجیر اصلی متصل باشد، آنها را یک شاخه فرعی محسوب کرده و در آخر نام آنها از پسوند او استفاده میکنیم. یعنی شاخه فرعی فلور، کلور، بروم و یود به ترتیب فلور و کلور و بروم و یودو مینامن. قاعده 3 نامگذاری ترکیب. میایم میگیم ابتدا شماره، تعداد و نام شاخه های فرعی را بر اساس تقدم حروف الفبای لاتین مینویسیم و در مرحله آخر نام شاخه اصلی بر وزن آلکان راست زنجیر مینویسیم. اگر تعداد شاخه های فرعیمون بیشتر از یکی بود، اگر یکی بود که ما کار نداریم، مثلا 3 تا متیل داشتیم، 3 تا بچه ها چه پسوندی باید استفاده کنم؟ تری. یک میشه مونو، دو میشه دی، سه میشه تری، چهار میشه تترا، پنج میشه پنتا، شش میشه هگزا، هفت میشه هپتا. یک تا شش رو یاد بگیر. اومدش بس. میدونی لابلای کامنت هاست دیگه، باز من کامنت بچه ها رو نمیبینم. گفته نکته برای ساده تر نوشتن فرمول گسترده آلکان هایی که تعداد کربن زیادی دارن، تعداد کربن زیادی دارن، گروه ها را در داخل پرانتز قرار میدن و تعداد آن را با زیروند مناسب می نویسن. میایم میگیم آقا مثلا C H2 اگر 6 تا داشتیم پشت سر هم بود، فقط کافیه بنویسیم C H2 داخل پرانتز با زیروند 6، یعنی 6 تا کربنیه که پشت سر هم قرار میگیره. همین، این نکته چیز خاصی نیست. حالا بریم سراغ تست ببینیم تست چی میگه. آقا اینا قراره دیگه شما حل کنی از اینجا به بعد. من اینجا حرف زدم، حالا میخوام شما از اینجا به بعد وارد چی. دوست عزیزی که در مجموعه ما وارد شدی، من احترام تو حفظ میکنم و بهت چیزی نمیگم. خب من که میدونم شما کی هستی، از طریق آیپیت به دست اومدنت هیچ کاری نداره. خب من به احترام دوستان چیزی نمیگم، خودت هم یکم رعایت کن. مرسی. این سوال حل کن. گفته نام ترکیب با فرمول چیز بر اساس قواعد نامگذاری آیا پاک چی شده؟ چیز خاصی نشده. کلن این مشکل و موزل هستش که ما میایم کمک میکنیم بچه ها رو تو این شرایط. حقیقتا ما بارها هم گفتیم و اعلام کردیم آه هیچ قصد و غرضی تو این جریانات نیفتاد، نیست. ما فقط و فقط هدفمون کمک کردن به دانش آموزه و اینکه این شرایط خاص جامعهمون ایجاب کرده که آقا ما بیشتر به شما کمک کنیم، بیشتر هواتون رو داشته باشیم. همین، هیچ چیز خاصی نداریم و هیچ جریان خاصی نداریم. اما دیگه دوستان یکمکی متاسفانه کم لطفی میکنن. آقا این فرمول شما کار نداشته باشیم بچه، سوال حل کنیم. خودش میدونه که ما بخوایم یه لحظه کاریش کنیم ظرف یه دقیقه است. آقا این سوال هم موافقی من حل کنم سوال بعدی تو حل کنی؟
این سوال هم حل کنم. میایم میگیم بر اساس قواعد نامگذاری آیوپاک این اسمش چی میشه؟ بچه ها من میام میگم از هیدروژن های صرف نظر میکنم، 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا 6 تا کربن پشت سر هم میذارم، 1, 2, 3, 4, 5 و 6. روی کربن دومی از این طرف یه کلور قرار داره، اینم کلورش، هیدروژن ها رو دیگه صرف نظر کردم. روی کربن شماره دو از این طرف هم دو تا گروه کربنی قرار داره. میخوام اینو نامگذاری کنم، حالا شکلمون ساده تر شد، راحت تر شد. میام میگم انتخاب زنجیر اصلی. بچه قدم اول انتخاب زنجیر اصلی. زنجیر اصلی دارای بیشترین تعداد کربنه. الان نگاه کن، 1, 2, 3, 4, 5, 6، 1, 2, 3, 4, 5, 6، 1, 2, 3, 4, 5, 6، هیچ فرقی نمیکنه. باری که الان زنجیر اصلی هم مستقیمه با هم دیگه میگیریم که راحت تر باشه کارمون. نه دیگه، بروم و کلور و اینا نباید تو شاخه اصلی باشن، باید اون شاخه‌ای که اینها، اون کربنی که فلور، کلور، بروم روش هستش، عدد کوچکتری تعلق بگیره، اونم که زمانی که دو طرف عددا یکسان بشن اولویت با اونهاست. و اینا ما نگفتیم جز زنجیر اصلی باشن ها، دقت کنین بچه. میایم میگیم آقا از دو طرف شماره گذاری میکنیم، میشه 1, 2, 3, 4, 5, 6. اگه یکسان نشن، نه یکسان نشن اصلا هیچ فرقی نمیکنه، از اون طرفی میریم که شاخهای فرعی عدد کوچکتری تعلق بگیره. از این طرف 1, 2, 3, 4, 5, 6. حالا میام میگم آقا عددهای از سمت چپ رو برای من شاخهای فرعیشو بنویس. قبول دارید 2 و 2 و 5 میشه؟ میشه 225. 2 و 2 و 5، ماشاءالله پریا. حالا از این طرف میشه 2, 5, 5، 255. قبوله؟ حالا کدوم یکی از این عددها کوچکتر شدن؟ 225. پس میای میگیم آقا شماره گذاری از این طرف درسته، از چپ، از راست غلطه. بخوایم اسمشو بنویسیم، میام میگم آقا شاخهای فرعی رو بیا برای من مشخص کن. یه بار دیگه میام میگم از سمت چپ شماره گذاری کردم، از سمت راست شماره گذاری کردم. از سمت چپ عددهایی که شاخه فرعی دارن و پشت سر هم نوشتم، شد 225، شد 2, 2, 5. از سمت راست شماره گذاری کردم، میام عددهای شاخه فرعی و پشت سر هم مینویسم، میگم 2, 5 و 5، 255. گفتیم اون طرفی درست میگیریم که آقا عددهای کوچکتری به ما بده. الان نگاه کن روی شاخه، روی کربن شماره دو، دو تا شاخه وجود داره. اینجا نگاه کن روی کربن 5 دو تا شاخه وجود داره، درسته؟ پس میای میگیم آقا 225 رو میگیریم، 225 رو میگیریم. رو گرفتیم. خب حالا چیکار کنم؟ میام میگم نام شاخه های فرعیشو برای من بنویس. نام شاخه های فرعی این میشه چی؟ این میشه متیل دیگه. این میشه چی؟ اینم میشه متیل دیگه. یه کربانه بچه ها گفتیم آلکیل میشه متیل. این یکی چی؟ کلورو. باریکلا. خب حالا میخوایم آقا، حالا میخوایم اسمشو بنویسیم، حالا میخوایم اسمشو بنویسیم. میام میگم آقا اول کار باید کلور بیاد، مگه اینجا نگفتیم اول باید کلور بیاد؟
نگاه کن، شاخهای فرعی اول باید کلور بیاد دیگه، تقدم حروف الفبایی، تقدم حروف الفبایی. خب چی شد؟ حالا تقدم حروف الفبایی، تقدم حروف الفبایی میام میگم روی کربن شماره چند کلورو قرار داره بچه ها؟ روی کربن دو قرار، روی کربن پنج قرار داره دیگه، روی کربن پنج کلور قرار داره، میشه پنج کلورو. روی شماره کربن دو چند تا گروه متیل وجود داره؟ دو تا قرار داره دیگه. پس دو رو چی پس پیشوندی استفاده میکنیم؟ دی، ماشاءالله، میشه دو و دو دی متیل. بچه ها شیشتا کربن با همدیگه میشن چقدر؟ چی میشدن توی نامگذاری آلکانهای راست زنجیر؟ باریکلا، هگزان. میشه پنج کلورو دو و دو دی متیل هگزان، گزینه دو. حل این سوال رو فهمیدی؟ اگر فهمیدی دو رو برای من بفرست. این آلوجن ها از سو نوشتن نهایی اولویت دارن؟ بله، اینجا توی این نوشته هامون تقدم حروف الفبایی رو رعایت میکنیم، تقدم حروف الفبایی رو رعایت میکنیم. حالا این سوال، این سوال رو حلش کن. گفته دانش آموزی ترکیبی را به اشتباه 1,3-دیمتیل-بوتان نامگذاری کرده، نام صحیح آن کدام است؟ نام صحیح آن کدام است؟ چی مهم نیستن؟ 1 متیل نداریم، 2 اتیل هم نداریم. بعد والله به خدا نه، بعد از کلاس کار یه دقیقه است بدیم ما براتون درمیم. این که کلورو خب اول برسه بهش، چی اول برسه بهش؟ شاخه، شاخه ها رو میخواییم شماره گذاری کنیم، تا رو نگاه کن، از اون سمتی شروع میکنیم که شاخه های فرعی عدد کوچکتری تعلق بگیره. نگاه کردیم دیگه تو مثال بالایی، الان نگاه کن، این روی این کربن دو از سمت چپ دو تا متیل قرار گرفته بود، روی این پنجیه یکی، اما از این طرف میخواستیم شماره گذاری کنیم، روی کربن دو یه دونه شاخه بود، روی کربن پنج دو تا شاخه بود، از اون سمت شروع میکردیم. اما زمانی که اگر فقط یه دونه متیل داشتم، نگاه کن، میشه 2 متیل 2 کلور، یعنی دو تا دو طرف یکی بود. حالا اون موقع اهمیت قائل میشیم که آقا کلور اولتره، اول باید کلور رو بیاریم. اگر زمانی که اینجا به جای دو تا متیل بیشتر بودن شاخه، بله 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 بله. خب گفته دانش آموز ترکیبی را به اشتباه 1,3-دیمتیل-بوتان نامگذاری کرده است، نام صحیحش. اینطور سوالا رو چجوری حل کنیم؟ میام میگم آقا همین شکل اشتباهش رو بیا برای من بنویس، برای من بکش. بوتان یعنی 4 تا کربن پشت سر هم، این از بوتان. روی از یک طرف شروع کن به شماره گذاری کردن، 1, 2, 3, 4. از یک طرف اومدم شماره گذاری کردم، هیچ فرق هم نمی کنه چپ به راست یا راست به چپ. حالا میام میگم آقا روی کربن 1 و 3 دو تا متیل بذار، این کربن اول، این هم کربن سوم، متیل قرار دادم. حالا برو دوباره این شکل رو نامگذاری کن. حالا این شکل رو بخوام نامگذاری کنم، میدونم اولی میاد جز زنجیر اصلی. حالا بخوام اینو نامگذاری کنم، قاعدتا میگم از این طرف شماره گذاری میکنم. چرا از این طرف شماره گذاری میکنم؟ چون شاخه فرعی به این ور نزدیکتره، میشه 5 تا.
دو متر پنجتا میشه چی؟ پنتان. دو متر پنتان، گزینه دو. چرا اولی اومد تو شاخه اصلی؟ خب آقا مگه نگفتیم ما شاخه اصلیمون رو بجز این که مداد رو از روی کاغذ برداریم میتونیم بکشیم، الان این هستش دیگه. گزینه دو هست، دو متیل پنتان، چهار نداریم دیگه. چرا با بوتان کردیم؟ بچه ها نگاه کن این سوالها رو میام میگم همین شکل یک و سه دیمتیل بوتانی که به ما گفته رو اول کار میکشیم، اول کار کشیدیم یک دو سه چهار، روی یکه یه دونه کربن گذاشتم، روی سومی هم یه دونه کربن گذاشتم دیگه، خب غیر از این نیستش. بعد میام میگم آقا زنجیره اصلیمو مجدد انتخاب میکنم، فکر کردم آقا این شکله دانش آموزه اشتباه کرده دیگه، خودش گفته به اشتباه، حالا میگم آقا یه شکلی بهت دادن اینطوری. یه شکلی دادن بهت اینطوری، حالا برو اینو نامگذاری کن. چرا یک متیل نداریم؟ چون یک متیل میاد جز زنجیر اصلی. دو اتیل هم نداریم ها، حواست باشه توی تستی اگر یک متیل دو اتیل دیدی اونا گزینه‌های غلطه، بری نگاه کنی زنجیر اصلیشون رو رد کنی اون دو اتیله میاد جز زنجیر اصلی. همین یک متیل و دو اتیل نداریم، این هم این نکته نامگذاری آلکون از من داشته باش. حالا میخواییم بریم سراغ این تست. گفته در کدام گزینه نام ترکیب با ساختار زیر به درستی بیان شده است. یه ترکیب پیچیده دادم، خیلی از دوستاتون همینو میان میگیرن ها، حواست باشه اینجا بعد میبینی دو اتیل اشتباه شده. حالا اینو حلش کن، این سوالو حلش کن آقا، حل کن که میخوایم بریم سراغ بچهای دوازدهم. انتخاب زنجیر اصلی، زنجیر اصلیمون میگم داره بیشترین تعداد کربن باید باشه، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. چی و چی نداریم؟ یک متیل و دو اتیل نداریم، روی کربن شماره دو اتیل قرار نمیگیره و روی کربن یک متیل قرار نمیگیره، جز زنجیر اصلی میشن. خب از این طرف 1 2 3 4 5 6 7، خب این هفتایی رو میگیرم دیگه جز زنجیر اصلی. حالا شماره گذاری، شماره گذاری میام میگم از این چپ بخوام شماره گذاری کنم میشه 1 2 3 4 5 6 7. حالا از این طرف بخوام شماره گذاری کنم میشه 1 2 3 4 5 6. بچه ها از اون سمت چپه رو من میام با رنگ قرمز براتون مینویسم، میام میگم آقا اعداد شاخه ها رو پشت سر هم بنویس، میشه 2 3 4 و 5، این میشه از سمت چپ. حالا از سمت راست چی میشه؟ از سمت راست میای میگیم روی کربن شماره ی این میشه 3، این میشه 4، این میشه 5، این میشه 6، این میشه 7. روی کربن شماره 3 وجود داره، روی کربن شماره 4 وجود داره، روی کربن شماره 5 و شماره 6. خب الان کدوم یکی از الان رو کدوم یکی از اینا درست سره؟ باید از کدوم بر شروع کنم؟ این عدده عدد کوچکتریه دیگه، 2 3 4 5. پس میام میگم از چپ شماره گذاری میکنم، از سمت چپ. خب حالا از سمت چپ شاخهای فرعی رو برای من نامگذاری کن،
این و این و این شاخهمون هستن متیل. این دو کربونه است میشه اتیل. پس یه دونه اتیل دارم، سه تا متیل دارم. نگاه کن اینجایی که میبینم دی اتیل خط میزنم، اینجایی که میبینم دی اتیل خط میزنم، یک و چهار هست شد، یا گزینه دوه یا گزینه سهه. خب حالا میان میگن روی کربن شماره چندم اتیل وجود داشت؟ روی کربن شماره سه. این پنج اتیله، اینم سه اتیله، گزینه دو. تمام شده رفت. گزینه دو. حل آقا این، این سوال متوجه شدی؟ عدد یک رو برای من بفرست، یکتون رو ببینم. میایم میگیم آقا شاخه ها رو اومدیم شماره گذاری کردیم، از سمت چپ شد دو سه چهار پنج، از سمت راست شد سه چهار پنج شیش. خب حالا میام میگم آقا جان کدوم یکی عدد کوچیکتری شد؟ این، پس از سمت چپه. حالا میام میگم آقا فقط یه دونه اتیل دارم دیگه، اونهایی که دو تا اتیلن، یعنی 3 و 5 دی اتیل، 3 و 5 دی اتیل، اینها غلط میشن، گزینه 1 و 4 حذفشون کردم، یا 3 یا 2. میام میگم آقا اتیله روی شماره کربن شماره چنده؟ مگه نبود 1 2 3 روی کربن 3 دیگه، پس میشه 3 اتیل. 5 متی اتیلم غلط، گفت شد گزینه 2. این سوال هم حل کنیم و تمام. این سوال هم حل کنیم و تمام. این هم داخل پرانتزی هم دوست دارم با هم دیگه حل کنیم و بچه های 11 هم رم در پناه خدا بسپاریمشون، بریم سراغ بچه های 12 هم. این سوال حل کنیم، این سوال حل کنید آقا. میگه نامه آیوپاک ترکیبه. گفتیم آقا اگر از یک دونه ماده چند تا داشته باشیم داخل پرانتز زیرون قرار میدیم. الان سی های سه سی، میام میگم این کربونه رو میذارم سی های سه، سه مرتبه تکرار شده، این سی، این سی، اینم سی، این سی های سه، اینم این کربونه. حالا سی هاش دو، میام میگم دو تا دارم ازش، اینا هر کدوم اگر دو تا هیدروژن نداره و یه دونه کربن که سه دو هاش پنج داره روش. بچه ها خیلی مهمه این ساختار رو بتونین بنویسید. صدا بده بچه ها. دوستانی که صدای من و تصویر من رو خوب دارن عدد یک رو بفرستن. محمد صدرا فکر کنم باید بری بیرون دوباره وارد شی. آقا من سه دو هاش پنج رو نوشتم، حالا سی های سه، اینم سی های سه، یه همچین ترکیبی رو میخوام نامگذاری کنم. روی کربن اولیمون میگم سه تا سی های سه وجود داره، سه تا سی های سه رو نوشتم، بعدی سی هاش دو، دو تا تکرار میشه. بچه ها میدونیم این کربن های وسط سی هاش دو هن. خب سی هاش دو ها رو گذاشتم. بعد میگم آقا روی این کربنه دو تا سی دو هاش پنج، سی دو هاش پنج فرمول چیه؟ فرمول اتیل دیگه، سی دو هاش پنج، سی دو هاش پنج و یه سی های سه، این هم سی های سه آخر. حالا میخوام بگم اینو نامگذاری کن، این ترکیب. میام میگم انتخاب زنجیر اصلی، زنجیر اصلی گفتم روی کربن شماره دو اتیل وجود نداره، پس میاد جز زنجیر اصلی بود. زنجیر اصلی رو بری نگاه کنی میشه این. و نگاه کنی از این طرف بخوام شماره گذاری کنم از راست میشه یک دو سه. روی کربن شماره سه و چه میبینید شاخه فرعیه، اما از این طرف یک دو، روی کربن شماره دو، روی کربن شماره دو شاخه فرعیه. پس از این طرف شماره گذاری میکنم میشه یک دو سه چهار پنج شیش هفت. خب بچه ها روی کربن شماره چند اتیل دارم؟ پنج اتیل دارم. میگردم میگردم تو گزینه اونی که پنج اتیل وجود داره رو انتخاب میکنم، میشه جواب سوال. که پیه چه شروع میکنیم الان؟ یه دقیقه دیگه، دو دقیقه دیگه شروع میکنیم.
شد گزینه 4. بعدش هم نگاه کن، 2 و 2 و 5 تری متیل، هفتایی هم هست هپتان، کاملا نامش درست. آقا بیشتر از این زمان نداریم، این سوال دو تا سوال و سه تا سوال باقی مونده هم برای تمرین باشه برای خونت و من کامل شده هم داخل تلگرام قرار میدم. آقا بچه ها 11 اتیل بر متیل مقدم نیست. چرا مقدمه دیگه بابا؟ برادر من عزیز من نگاه کن، چرا الان گفتیم اول اتیل؟ چون 5 اول دیگه. حالا چرا از این ور شماره گذاری نکردم؟ چون میشه 1 2 3 روی کربن شماره 3 میاد اتیل و متیل، از این طرف رو کربن شماره 2 میاد، نامگذاری باید عدد کمتری باید بهش برسه. بله 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 بله, بله. اگر بهش اتیل 2 میرسید از اتیل شروع میکردیم، از اون طرف شروع میکردیم. بعد آقا خسته نباشید بچه های 11 هم خسته نباشید، دوستان 12 هم که با ما همراه هستن، آقا 18 و 37 دقیقه، 18 و 40 با هم دیگه شروع میکنیم، 18 و 40 رأس 18 و 40 سر کلاس باشی. آقا خسته نباشید بچه ها، خسته نباشید، 18 و 40 با هم دیگه شروع میکنیم.